رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. منم همینطور عزیز، بفرمایید. آقای دکتر، من حدود یک سال و نیم با یه آقای در ارتباط بودم و خیلی همشون دوست داشتم، ولی متاسفانه الان 5 ماهه که از هم جدا شدیم و مشکلی که من دارم اینه که نمیتونم اینو قبول کنم و نمیتونم باور کنم که ما از هم جدا شدیم. و بخوام که ایشون به من مثلا میگفتن که خیلی منو دوست دارن و روزای آخر ما یه بار تقریبا 9 ماه پیش از هم جدا شدیم و ایشون گفتن که اجازه بدین که با هم خونه بگیریم و بیشتر همدیگر رو بشناسیم، با هم زندگی کنیم که بتونیم با هم ازدواج کنیم. و وقتی که ایشون خونه گرفتن و من بالاخره کمک کردیم که خونه رو درست کنیم، همه چی آماده کنیم، ایشون مثلا بعد از 1 هفته به من گفتن که من خیلی استرس دارم و احتیاج دارم که 1 ماهی شما رو نبینم که مطمئن باشم که بخوام که ایشون خانواده‌شون مخالف بودن که با من ازدواج کنن. صبر کنید بذار قبل از اینکه برسیم اونجا من یه اطلاع بگم. هر دو چند سالتونه عزیز؟ من 26 سالم و ایشون 32 سالشه. ایشون ایرانی هم دیگه؟ بله. از کجا تلفن میکنید شما؟ من از لس آنجلس. چه مدتی است شما امریکا هستید به ایشون؟ من حدود 6 سال و نیم 7 سال هستش، ایشون اینجا به دنیا آمد. هر دوی شما فرزند چندومی؟ من فرزند آخر هستم. از چند تا؟ و از 3 تا. دو تا پسرن دخترن چی هم؟ من یه خواهر بزرگتر و یه برادر بزرگترم. اوکی، بعدش ایشون چند دومی هم؟ ایشون هم فرزند آخر هستن و یه برادر بزرگترم. اوکی، به من بفرمید خانواده ایشون اینجا هستن درسته؟ بله. هر دوی شما چی خوندید و چه میکنید؟ ایشون وکیل هستن، من ایران درس خوندم و اینجا هم دارم برای فوق لیسانس میکنم. فوق لیسانس چه رشته ای؟ مدیریت. اوکی، به من بفرمایید فکر میکنید دوتا دلیل مخالفت خانواده ایشون چی؟ به خاطر دین مذهب ما نتونستیم که باهم. خب شما میدونید متاسفانه ماجرای تفاوت ها و اختلاف های مذهبی به ویژه در میان برخی از پیروان مذاهب کاملا ازدواج رو غیر ممکن میکنه یا بسیار سخت میکنه و احتمال جدایی و طلاق و جنگ رو هم بسیار اضافه میکنه. شما از آغاز از این تفاوت مذهبیتون خبر داشتید درسته؟ من متاسفانه نمیدونستم تا تقریبا 1 ماه اول، ولی بعدش که متوجه شدم بهشون گفتم که ما رابطمون جدیه و ما این اختلاف رو با هم داریم، به نظر شما چی میشه؟ و ایشون گفتن که به مشکل نخواهیم خورد به خاطر نه. نفهمیدم چرا بعد از 1 ماه فکر کردید که وقتی متوجه شدید مذهبتون، اولا باید ایشون یا شما بیان میکردید. من دلیل مثلا من فکر کنم روز اول یکی از سوالات باید مسائلی از این قبیل باشه. اگر درس کار تعداد خواهر برادراست، یکیشم حتما اگر فکر بکنیم به نظر میرسه که مذهب متفاوت داریم، یا حداقل اعلان این که به هر حال ما چه مذهبی خانوادهمون داره، حالا نمیخوام به خود فردم اونقدر مرتبطش کنم. و بعد از 1 ماه که متوجه شدی، خب همونجا باید میدونستید که شاید یه اشکال بزرگ شما همینه. خب من نمیدونستم که این مشکل خواهد بود و وقتی با ایشون مطرح کردم ایشون هم گفتن که هیچ مشکل نداره، بخوان که من اصلا خانواده مذهبی هستم. اصلا به خانواده مذهبی شما ارتباط نداره عزیزم. ایشون چطور همچی حرفی میتونن بزنن؟ خانواده ای که به یک پسر وکیل 32 ساله ای اینقدر فشار میارن که مسئله ارتباطات شما میشه. ایشون نمیدونست ماجرای تفاوت مذهبی در خانوادهش مسئله، اصلا مطلقا اینو قبول نداره. آخه من اون موقع نمیدونستم، شما رو نمیگم، نه من شما رو نمیگم، مثلا اعتراضم به شما، اعتراضم به ایشونه. ایشون باید میدونست که خانوادهش با این ازدواج مخالفت میکنه، برای که من مطمئنم الان به خودشون بگید آیا تو 20 مورد ظرف 10 سال گذشته از این تفاوت که خانواده ها مخالف بودن و برخی از اوقات مسائل جدی به وجود آوردن خبر داری یا نه؟ من قول به شما میدم 10 مورد رو میدونه.
ده مورد سنگین که مخالفت ها سبب به هم خوردن رابطه یا ازدواج ها شده یا بعدن مسائل و مشکلات سنگینی به وجود آورده. ایشون چرا همچی پنهان کاری کرده و وانمود کرده که این اختلاف ها مهم نیست؟ من فکر میکردم که ایشون براشون مهم نبود و میخواستن رابطه رو به هر دلیلی نگه دارن و فکر نمیکردم هیچ وقت رابطه جدی بشه. من اینجوری احساس میکنم. نه فهمیدم. نه ایشون فکر کردن یه دختری است که من اومدم برای دختر بازی بعد از مدتی هم تموم میشه میره دنبال کارش؟ فکر میکنم که اینطوری یا این هست. این متاسفانه حرف درستی است. من متاسفم اینو میگم. من بسیاری از خانواده‌ها رو شنیدم که حالا پسرمون مخصوصا دختر ده. پسرمون بره دختر بازیاشو بکنه بعد بیاد از خودمون یه دختر خوب براش بگیریم. من اینو من شنیدم. متاسفانه فراوونه. نه حرفتون رو میتونم بفهمم عزیز. خب ایشون هم که الان بگو عزیز. ولی وقتی که رابطه ادامه پیدا کرد، وقتی که ما با هم اشتراک داشتیم، خب ایشون گفتن که من قسم با شما ازدواج، شما دختر خوبی هستی، من ظاهر شما، اخلاق شما و همه چی شما رو میپسندم، میدونم که میتونیم مادر خوبی باشیم، میدونم که میتونیم زندگی بسازیم. و من نمیدونم این حرفاش هیچ وقت راست بود یا نه، به خاطر اینکه ایشون این حرفا رو میگفت ولی هیچ وقت عمل نمیکرد به حرفاشون. بعد از این جریان که با خانوادهش مطرح کرد و خانوادهش به شدت مخالفت کردن، حتی من مستقیما با مادرشون صحبت کردم، مادرشون به شدت مخالفت کردن، منم به احترام خانوادهشون پامو بیرون گذاشتم از این رابطه. ولی بعدا دوباره ایشون وارد زندگی من شدن و به من گفتن که خواهش می‌کنم یه فرصت به من بده، من خانوادهمو راضی میکنم که ما بتونیم با هم ازدواج کنیم. من اون فرصتی که دادم خیلی یعنی واقعا باور کرده بودم که همه چی اونطوریه که ایشون میگن و بالاخره با هم میگم خونه ساختیم، همه چی درست کردیم و ایشون مثلا یه طوری رفتار میکرد که اوکی مثلا قرار با هم زندگی کنیم، ولی مثلا بعد از یه مدت از یه هفته من گفتن که سر هیچ، به من حتی میگفتن که شما من احساس کنم ایشون عذاب وجدان داشتن، چون من میگفتن تو خیلی مهربونی، من نمیتونم اینو بپذیرم، تو خیلی خوبی، من اینو نمیتونم قبول کنم و اذیت میشم از این همه خوب بودن تو. ولی من واقعا دوستش داشتم، من حاضر بودم براش هر کاری بکنم، اصلا برام مهم نبود که وکیل یا حالا هر چیزی که همه دیگران میگفتن، اصلا برام مهم نبود، برام تنها چیزی که مهم بود این بود که خوشبخت باشه، حالش خوب باشه، بخوام که استرس زیادی داشت به خاطر کارش و زندگیش. من حتی وقتی به من گفتش که من از جانب خانواده‌ام استرس دارم و از جانب تو که نمیدونم آینده چی میشه، میتونی با من باشی، میتونی زندگی کنی، میتونم با تو ازدواج کنم یا نه، اینا من اذیت میکنه، من ترجیح دادم که حتی ترجیح دادم که جدا بشم و که ایشون سختی نکشه و ناراحت نباشه. اصلا من باور نمیکنم. نه ببین عزیزم، این حرفا حرفای خیلی تو خالی بی معنیه. ببخش روی خط رادیو هستی، توی مهمونی بودی، منم ساکت می نشستم. اصلا یعنی چی؟ یعنی من وقتی ببینم تو ناراحتی به خاطر یه دلیل واهی که اونم از جانب خانوادت هست، پس من میرم کنار که تو رنج نکشی. نه، این مانوره، این یه بازیه. It's a game. آخه من راه دیگه ای ندارم. نمیتونستم به زور من حرف هم. من حرفی ندارم که شما راه دیگه داشتید یا نداشتید. ولی این حرف شماست که دقیقاً، نه اینکه بگم سبب میشه. عزیزم ببینید، من اولا یه قاعده دارم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن عزیز. پس شما شروع کردی و ایشون دقیقا میدونسته که شما رو داره کجا میبره. ابتدا شاید فقط به حساب دختربازیش بوده، بعد کم کم به شما علاقه مند شد، اینم متوجه. ولی فشار خانواده ها در زمینه ازدواج بیش از ایناست عزیز. ازدواج در طول تاریخ کار خانواده و فامیل بوده، حتی قبیله و عشیره بوده، کار دو نفره که نبوده. و مادام که شما اینقدر به خانواده ها وابسته اید و گرفتارید و بعدم این توجه به برخی از تفاوت های مذهبی که ابدا برای خانواده ها قابل قبول نیست، معلوم سرانجامش اینه. به همجاست که من وقتی که عرض می کنم، اصلا نمیگم ازدواج با فرهنگ دیگه یا مذهب دیگه اشتباه و غلطه، نه، میگم ازدواجی که پر از دستانداز و گیر و گرفتاریه با این وضعیت ای بسا چند برابر میشه. تازه این مربوط به شما هم نیست، شما میتونید همونطور که خودتون هم اشاره کردید آدم مذهبی نباشید، اهمیتی هم ندید، میپذیرم، ولی خانواده شما هستن، خانواده اونا هستن. بعد وقتی بچه ها میان مردی رفع همه سر کلشون پیدا میشه، شما میخواید کاری نکنید، ولی وقتی ببینید فرزند شما رو داره میبره سراغ یه باورهایی که شما اصلا بد و غلط میدونید، اون موقع میخواید چیکار کنید؟ یعنی مسئول به این صحبت کرده بودم، من قبول کردم به خاطر اینکه فرزندامو گمراه نشن و دوگانگی نگیرن، من گفتم که من
کانورت میکنم و دین شما رو یاد میگیرم و اونو به بچه ها یاد میدم. چون مهم اینه که چرا؟ فقط چرا باید دینتون رو رها کنید به خاطر این موضوع؟ شما اگر مجرای ایشون مطرح نبود که کانورت نمیکردید. میکردید؟ شما به من بگید حقیقت رو پیدا کردم. به اون صورت مهم نبود. به خاطر اینکه من خب عزیز من، خب همینجا اشکال کاره. همینجا اشکال کاره. اتفاقا این پیامی که میدید اینه که برای من اصلا این موضوع مهم نیست. ولی از نظر یه دی موضوع فوق العاده مهمه. یعنی شما به حساب خودتون سرزنشتون نمیکنم و اعتراضی هم ندارم. یه کسی رو دوست داشتید، خوشتون اومده، به دنبالش بودید، حاضر بودید هر کاری براش بکنید، ولی کار نمیکنه عزیز. من اگر به شما بگم در این شهر حتما با 500 موردش روبرو شدم، نه روی خط رادیو تلویزیون، تو کار تراپی، از این 500 495 تاش کار نکرده. برای اینکه این مسائل پیچیده تر از اونه که شما اصلا بتوین متوجهش باشی. برای اینکه این یه مجموعه است عزیز، این یه دونه انگشت نیست، این به 4 تا انگشت دیگه و دست مرتبطه و کل بدن. و بعدم شما 5 ماهی که به هم زدید نشستید در قالب چی؟ که من یه کسی رو میخواستم و نشده. خب اشکال کار من و متأسفانه حرفی که میخوام بهتون بزنم این است که نخواهد شد عزیز. و تا زمانی که شما اون امید رو دارید و گونه‌ای که دارید با موضوع برخورد میکنید، شما نخواستید یه واقعیتی رو بپذیرید که این رابطه نه به خاطر حتی شما و ایشون، به خاطر سیستمی که قرار شما دوتا رو کنار هم بگذاره، در بیشتر موارد شدنی نیست. اونم در یه شهری مانند لس آنجلس، اونم در تفاوت مذهبی که من حدس میزنم چه هست. این که خدمتتون میگم از 500 تا 495 روش کار نکرده، ای بسا 50 توشون هم ازدواج کردن، در بعد از یه مدتی ای بسا با یکی دوتا بچه به هم زدن. و بعدم این که شما به حساب خودتون خواستید یه جوری یه چیزی رو درستش بکنید، من اصلا مشکلی با اون ندارم. ولی مسئله این است که برخی از چیزها رو نمیشه درستش کرد عزیز. برخی از اوقات یه چیزی مثل یه میوه گندیده است، چه کارش میتونید بکنید؟ شما میتونید به من بگید چیزی شکستم؟ من مشکل من اینه که من دلیل این پیچیدگی رو متوجه نمیشم. وقتی که من خانواده مذهبی ندارم و خانواده من کاملا موافق بودن، وقتی که من قبول کردم که راه اونها رو برم و شما راه اونها رو نمیرید. اولا دو تا دلیل داره که راه اونها رو نمیرید. یکی اینکه برخی از اوقات اصلا از برداشتای بسیاری از مذاهب، شما اگر زاده اون مذهب نیستید هیچ وقت شما به اون مذهب تعلق ندارید، اونم در خصوص مادر. این مورد اول. دومی که شما قرار نیست اینو قبول کنید، برای شما مهم نیست عزیز. مثل اینه که من برگردم بگم مهم نبودش اینجا برای کاملا حق با شماست. اصلا اولا قبول ندارم ایشون براش مهم نیست، برای با اون پنهان کاریش. دوم اصلا من قبول میکنم حرف شما رو، ولی ازدواج کار ایشون تنها نیست، شما دوتا نیستید اینجا. اشکال کار ازدواج وقتی میگم دوتا سیستمه به این دلیل عزیز. من دارم به شما حرفی رو میزنم که واقعیته. شما من میگید این واقعیت غلطه، بده، حتی غیر اخلاقی و غیر انسانیه. میتونم با شما گفتگو کنم که شاید حق با شما باشه. ببینید وقتی کسی برمیگرده میگه واقعیت، که معناش نیست که خوب و درسته. من اگر برگشتم گفتم آقایون قدشون بلندتر از خانماست به طور متوسط، واقعیت رو گفتم. نخواستم که بگم به من میگید تو اگر بودی طبیعت بود چه میگم دو تایشون رو برابر خلق میکردم از آغاز و این همه زحمت و گرفتاری رو به وجود نمی آوردم. عرض من در واقعیتی است که وجود داره. منم دارم به شما گزارش واقعیت رو میدم برای یه آدمی که حداقل 42 سال تو لس آنجلس 25,000 تا مراجعه داشته که بیش از 15,000 تاش زن شوهر بود. درگیر این موارد فراوون بود. حالا بیش از 30,000 نفری که رو خط رادیو تلویزیون آمدن، وقتی که خدمتتون هست کنم، واقعیت سخت و تلخی است و چونه زدن شما رو متوجه هستم، ولی شما میخواید سیستم رو عوض کنید. شما اگر دو نفری بودید اصلا موضوع میتونست خیلی متفاوت باشه. بعدم گفتم متاسفانه ای به این مجموعه در این، حتی همین نگاه که پسر ما بره با دخترهای دیگه باشه بعد بیاد از خودمون بگیره، خودش یه احساس خشم و نپذیرفتن، حالا نمیخوام بگم دشمنی رو با گروه های دیگه در درون خودش داره.
و اینا واقعیت هاست عزیز. به همین جد است که من عرضم مخصوصا در خصوص ادیان، بارها یه مثال زدم برای که به جای بر نمیخوره. شما بگید من مسیحی هم اونم بوداییه، برای که نگاه بودا یا بودیزم و نگاه مسیحیت خیلی جاها با هم شبیه. اما شما برخی از خود ادیانی دارید که در طول تاریخ خونهای همدیگر ریختن و هنوز دارن میریزن پیروانشون، و شما میخواید بیاد وانمود بشون بگید نه. و بعدم کانورت کردن و پذیرفتن اون دین ماجرا رو تموم نمی کنه. بگذاریم از نظام باورها، اصلا میدونم خب این بخاطر ازدواج این کار کرده، مثل خیلی هایی که میرن ملیتشون عوض میکنن. الان یه ده از دوستان هستن که به خاطر گرفتن فرض کنید پناهندگی اومدن دینشون عوض کردن، اون دینو که ندارن. دیده این تنها راهی است که میتونه پناهنده بشه آمده. نه من به خاطر تربیت بچه‌ها پذیرفته بودم که دینم رو عوض کنم. آخه عزیزم تربیت بچه‌ها که خب آخه یعنی شما حرفتون این باشه من یه دین رو ترجیح نمیدم، بعد به بچه‌ها میخوام وانمود کنم که این ترجیح منه. حالا اگه فکر کنین حرفای دیگه داریم میخواید با هم صحبت کنیم، باید پیام ها رو بشنویم برگردیم. اگه فکر کنین حرفا اون رو زدیم خداحافظی کنیم. هر جور میل شما هست عزیز. نه من منتظر من بخواهیم که این مشکلات خودم هم میخوام بگم. بله عرض میکنم خدمتون. آقای دکتر ما الان 5 ماه که جدا شدیم، حدود 2 ماه پیش ایشون با من ریچ اوت کرد و شروع کرد که صحبت کردن و من به خاطر اینکه واقعا ایشون رو دوست داشتم و هنوزم دارم رفتم ایشون رو دیدم و ایشون دوباره گفتن که آره نمیشه و ما نمیتونیم با هم باشیم و به هر حال تصمیم گرفتم دوباره جدا بشیم. ولی متاسفانه الان دلیل من اینه که من نمیتونم موبان کنم. من هر روز گریه میکنم، هر روز احساس میکنم که نکنه ایشون برگرده، نکنه با هیچ کسی نمیتونم صحبت کنم. متوجه. به من بگید دلیل این برگشتنشون و گفتن هم دیگه رو ببینیم چه بود؟ چرا خواسته بودن شما رو ببینیم؟ به من گفتن که وسایلاتون رو بیاین لطفا برداری، من رو آزار میده. و من گفتم که خواهش میکنم بریزیدشون دور و ایشون گفتن که باشه. و بعدا من احساس بعدی که انگفتم که من شما نمیان برمیدارم وسایل، واقعا خودم دارم میخواست ببینمشون. من مطمئنم نه من نمیخوام بگم ای با ایرادی هم نداره عزیز، ولی اشکال کار این است که ایشون یک میتونست این وسایل رو دور بریزه، دو اگر فکر کرد به هر حال مهمه میتونست برای شما بفرسته، ولی همینقدر که خواسته او هم گرفتاره. یعنی ببینید ای بسا ایشون هم اگر شما هم دینش بودید شما رو میخواست و خانوادش هم مخالفت نمیکردن، ولی این تفاوت اونجا مسئله هست. یعنی برخی از اوقات این موضوع خیلی مهمتر از اینه که اصلا کسی زن یا شوهر داره که میتونه بره طلاق بگیره بره زن یا شوهر اون یکی بشه. یعنی میخوام شما بگم مواردی از این قبیل در برخی از خانواده ها اینقدر مهم و اساسیه که اصلا باور نکردنی است، برای که اشکال و اختلاف در یه نوعی از ترس و خشم و حتی تنفر هست. یعنی اینا مسئله ای است که هست، همطور که شما به نوع آشکارش برخی از اوقات میتونید در کشور خودمون ببینید. حالا این به کنار، بیاد ازتون این سوال رو بکنم، شما فرزند سومی درسته؟ بله. اون دوتا پسرن، گفتید یکی پسره یکی دختره، ولی بله. فاصله سنیشون با شما چقدره؟ من خواهرم 12 سال، برادرم 10 سال از من بزرگتره. ببینید شما کاملا زمینه رویایی و خیالی شما هم به این ماجرا کمک میکنید. شما فرزند تک بودید دیگه، یعنی شما اولا متاسفانه 4 تا پدر و مادر داشتید به جای 2 تا، برای که اونا کاملا یه نقشی داشتن تا بیش از پدر و مادرتون تو زندگیتون، و همه اینا سبب شده که شما یه مقداری دست به مانورایی بزنید یا یه ماجراجویی داشته باشید. یعنی این چیزی بوده که به مقدار زیادی آشکار بوده. حالا بیاد به من اینو بفرمایید که ایشون فکر میکنید، چون حرف شما به من این بود که فکر میکنید ممکنه ایشون برگرده و این ازدواج سر بگیره، آیا شما فکر میکنید با اون همه مشکلات و مسائل و مخالفت ها روی این زندگی میتونید حساب کنید؟ من آدم بسازی هستم، من فکر میکنم مشکلی پیش نمیام. حالا همه میگن که متاسفانه به مشکل خواهیم خورد، ولی من فکر میکنم که من آدم منطقی هستم، فکر میکنم که بتونم هندل کنم که مشکلی به وجود نیاد. خب قاعدتا نمیخوام خیلی رویایی و پروانه ای فکر کنم. دقیقا این کار رو دارید میکنید. آخه شما همچین توانی ندارید عزیز، اونا از شما یه چیزی میخوان که شما ندارید. مثل که شما برگردن بگن حالا شروع کن مثلا فرانسه هم حرف بزن.
آقا شما چهار اسم هم همینو گفتن، اسم هم من از شما جدا میشم به خاطر اینکه شما لیاقتتون بیشتر از اینکه تو زندگی باشین که شما رو نمیخوان. ایشون من اینو گفتن، گفتم علاوه بر اینکه من خیلی نه حرفش میتونه درست باشه، ولی البته شما هم میخوام بهتون بگم تواناییتون اونقدر در سازگاری نیست که در قانع کردنه، برای که شما کاملا اگر به من بگید مجبورم چون روی خط آمدی عزیز، فاصله میان آنچه که واقعیت و خواسته تو هست با کلام تو متفاوت، دوگانگیشو از همون آغاز حس کردم. نمیخوام بگم صادق نیستی یا صمیمی نیستی، بحث من این نیست، تفاوتش رو متوجه نیستی. شما متوجه نیستی که فرض کنید یه ازدواج اینچنین تحمیلی داشته باشی، حالا بگذاریم از مسائلش، بعدم وارد میشید 40 نفر 30 نفر دور بر نشستن، هیچ کس محلتون نمیست، شما دفعه دیگه میخواید برید یا نرید؟ شما به من بگید نمیرم ما مسئله داریم، بگید میرم باز مسئله خواهیم داشت. این چیزی نیست که شما بگید من توانایی سازگاری دارم. سازگاری وقتی منزل ایشون رفتن اصلا اینطوری نبوده، هیچ کدوم از آشناشون با من بی احترامی یا بی محلی نکرده. خب این هنوز ازدواج صورت نگرفته عزیز، هنوز جدی نشده، شما هنوز فرض اول خودتون یادتون باشه. بسیار از این خانواده ها اهمیت نمیدن که پسرشون دخترشون نه اونقدر، حتی دخترشون با کسی باشه، وقتی میدونن آینده ای نداره مهم نیست. ببین متوجه عمق اشکال در زمینه های فرهنگی و اعتقادی شما نیستی عزیز، اشکال کار اینه. شما بیاد یه فرضی بگیریم مثلا در کشور خود ما با توجه به نگاهی که به صورت عمومی اعلام میشه، نگاهی که راجع به امریکا یا فرض کنید اسرائیل دارن، این یه چیزی است که فقط با صرف اینکه نه با معاذریم دوستی کنیم حل میشه؟ آیا اصلا همچی اعتماد و اطمینانی میتونه به وجود بیاد؟ چرا؟ برای که سالها مسئله تفاوت و اختلافه به صورت دشمنی و کینه و نابودی در اومده. قصه ای نیست که ما با هم اختلاف داریم، شما مختلف و متفاوتی که آدم بتونه تحمل کنه. به همین جهت است که چرا من پرسیدم از نظر جایگاه شما در خانواده، میخوام به شما بگم شما یک کسی هستید که تو این گونه موارد هر وقت فکر کردی یه چیزی 80 واحد درسته 40 تاشو بنداز دور، ولی که این تصورات و تخیلات شماست عزیز، عیب و ایرادی شما ندارید، ولی واقعیت به خاطر جایگاهتون تو خانواده این رو نشون میده. ضمناً ایشون هم فرزند دوم بود درسته؟ بله. با چه فاصله ای میدونی؟ بله. اوکی. متوجه هستی که حتی نفوذی که به اگر اشتباه نکنم گفتی برادر بزرگتر داره، فرقی نمیکنه برادر یا خواهر، احتمالاً برادر و خواهر بیشترین اهرم فشار روست، نه حتی به صورت خودش بلکه به دلیلی که از او میخوان که این کار رو برادرش انجام بده، یعنی او یه مسئولیت اینجا راهنمایی و اداره ای پیدا میکنه. برای به همجاست که سیستم خیلی پیچیده تر از این است که شما فکرشو میکنی، برای که گفتم اگر باش آشنا نبودم، اگر نشنیده بودم، اگر طرفین رو نشنیده بودم، اگر خانواده ها رو نشنیده بودم، و به همین جهت است که به نظر من درست مثل اینکه شما توی مهمونی از یه آقای خوشتون بیاد همینقدر که فهمیدید زن داره بگید خدافظ، اصلا مهم نیست این دیگه چقدر خوبه. و به همین جهت است که برخی از اوقات تفاوت‌های مذهبی در برخی از گروه‌ها به همین شدت عزیز. حالا تازه من از ایشون خواستم که با من در تماس نباشن تحت هیچ عنوانی، حتی با اینکه من بهشون گفتم که شما اگه علاقه داشتین شاید اگر تلاش بیشتری میکردید میشد کاری کرد، و ایشون همون هر کاری رو دادن که من امکانش نبود، و من تصمیم گرفتم که دیگه با هم کسی ارتباط همینجا هم. بیس حرف یادت نره، ببین همینجاست، او داره به تو واقعیت رو میگه، تو داری برای من تخیل رو میگی، او داره به تو میگه نیست امکانش، شما هنوز اون واقعیت رو نمیخوای قبول کنی. عزیز من دارم به تو میگم این آدم مرده، تو میگی نه میتونه حامله بشه. اتفاقا دقیقا ایشون داره به تو واقعیت رو میگه و شما با جمله خودت داری اینو به من میگی. نه داشتی صحبت تو میگفتی ولی چون اینقدر آشکار داری به من میگی، یکی داره میگه خانم نمیشه، شما هم تو نیست که بخوای میشه، من میگم این مرده.
نمیتونه حامله بشه، چون گه بخواد میشه تو دنیا، هر کی هرچی بخواد میشه. خب من چیکارت کنم؟ حالا دنباله حرف تو بزن اگر یادت مونده. من بله یادم هست، ولی ایشون مثلا با پدر من در تماس هست، با دوستان من مثلا سال نو رو تبریک گفتن اینها. همین من احساس کنم که ایشون دوباره میخواد مثلا تلاش کنه که با من صحبت کنه. من اصلا حرفی ندارم، حرف درست عزیز، برای که او هم این مسئله رو اونجوری نمیبینه، ولی باید ببینه. درست مثل که تو متوجه میشه این آقا زن داره، اینکه شما دوتا از هم خوشتون میاد سر جاشه، ولی اشکال کار در یه ماه این آدم این کار رو کردم، یعنی فقط برای ما نمیشه. چی عزیز؟ این همه آدم هایی بودن که با دین های متفاوت با هم ازدواج کردن. خب همینجا من چی کارت کنم؟ ببین وقتی میگم بذار من به تو دوتا چیز رو بگم. یک، اولا آمارای حتی امریکا نشون میده که اگر نرخ طلاق و جدایی مثلا یه چیزی نزدیک 40% وقتی میرسه به تفاوت مذهبی میره تا مرز 88%، تازه برای امریکایی. بعد تو در این راجب ایرانی صحبت میکنی، اونم در شهر لس آنجلس، اونم با دو تا مذهب. شما من بگو که یه زرتشتی با یه مسیحی به اون صورت مسئله ندارن عزیز، ولی یه گروه هایی هستن که با هم سخت مسئله دارن. حتی فرض کن، نمیخوام شما هیچ حرفی به من بزنید ابدا، ولطفاً نزنید. شما تو تلویزیون دارید یه اتفاقی رو در خاورمیانه میبینید، یکی خوشحال از یه بمباران و یه نابودی و یکی تمام غم و خشم دنیا میگیرتش. چرا؟ برای که این واقعیت ها هنوز وجود داره، شما تو تلویزیون تو خبرها میبینید، و زن و شوهرید کنار هم، یکی سخت غمگین و خشمگین و یکی خوشحال. ما رو چیکارش کنیم؟ گرفتاری اونجاست و شما بی خودی کشش و میرایی که یا حرفایی که ایشون میزنه یه کاره. بلوه شما من میگید ایشون با شما تماس میگیره، روزی که شما آدم واقع بینید باشید یا شما جوابشون رو نمیدید، ولی شما درست برعکس منتظر نشستید. بله. و این ویژگی اولا تخیلی بودنتونه، بچه آخر بودنتونه و جوون بودنتونه. شما اگر سنتون 30 سال بود اینجوری به موضوع نگاه نمی کرد. یعنی شما در 30 سالگی اینقدر دور از واقعیت نیستید. باز من جمله رو برای بار چندم تکرار میکنم، واقعیت واقعیته، ولی واقعیت میتونه سخت باشه، تلخ باشه، بد باشه، غلط باشه، اشتباه باشه، ولی واقعیت واقعیته. مثل که کسی مریض داره میمیره، واقعیته، بده ولی واقعیته. و شما نفی واقعیت رو میکنید به دلیل ویژگی روانی که دارید عزیز، و به همین جهتی که منتظر نمونید. این چیزا چیزایی نیست که درست بشه، چون نظر یه نفر نیست، یه سیستم و یه مجموعه است عزیز. شما در امریکا با هر آقایی که صحبت میکنم، اصلا اولا دارم نمیخواد با کسی دیت کنم. نه شما قرار نیست برید. نه صبر کنید عزیزم، شما تا زمانی که اینو پاک نکردید که اصلا نمیتونید وارد رابطه بشید. انتخاب غلط میکنید، آسیب میزنید. هیچ رابطه‌ای قرار نیست چسب و نمیدونم روی زخم قبلی باشه. شما اینو باید پرونده رو تموم کنید، حتی اگر بهشون فکر نکنید یه هفته بگذره، یه دقیقه هم یک ثانیه هم به ذهنتون نیاد، تو خیابونم دیدتش براتون مهم نباشه، حالا میتونید به دنبال رابطه، نه تو این شرایطی که شما منتظر نشستید. خب من اصلا فکر نکردم هیچ وقت اون اتفاق بیفته. بسیار خوب دیگه، بعد این باز رفت. نه یعنی منظورم اینه که در آینده نزدیک بخواد اینکه من واقعا نه ببین عزیزم نمیخوام بگ اذیت کنم. حق بازی آینده نزدیک کی گفت؟ ای بسا تو با 2 سال اصلا ول کنی رابطه رو. آینده نزدیک خب معلومه، تو اگر فکر کنی حالا در این شرایط میتونی به یک کس دیگه نگاه کنی، مگر زمانی که قصد آسیب به خودت و دیگران یا مسائل روانی دیگه از جمله امتحان تواناییات بکنی، ولی معنایی نداره. وقتی آدم درگیر یه رابطه نسبتاً سنگینه، به نظر من یه مدتی اصلا باید یادش بره زن یا مرد و زن یا مرد دیگری هم در جهان وجود داره، ول کنه بره دنبال کارش. یعنی حالا من خونسا یه 6 ماه یه سال میگردم تا بعد. بنابراین انتظار نداشت باشید که دوباره یه رابطه برقرار بشه، ولی البته شرایط کرونا همه رو به هم ریخته و خیلی حوصله‌شون از خالی بودن و تنهایی سر رفت. به هر حال پاسخ من به شما این است که از نظر من امیدوار نباشید که ایشون برگرده، و امیدوار نباشید که زندگی خوبی داشته باشید. این دوتا هشدار رو بدم
ولی دیگه بعد تصمیم و انتخاب با شماست. آقای دکتر، من احساس کنم، من فقط آخرین چیز از خدمتتون، من احساس کنم به خاطر مثلا حال بعدم، یعنی که هر روز گرم میکنم و دلتنگی ها و اینکه خیلی آدم دوست داشتم، باید دارو بخورم. شما فکر میکنم من برم پیش دکترتون رو میتونید برید، ولی من در شما اون رو ندیدم. بنابراین به هر حال گفتم ذهنیت شما رو متوجه هستم، باهوشیات و توانایی برای سازگاری و بیش از اون سازش رو متوجهم، ولی حرف من به تو، حرف آخر من به تو اینه که اگر تازه این رابطه به گونه ای سر بگیره، من نسبت به ادامهش و بعدش خوشبین نیستم، چون مسئله تو نیستی عزیز، مسئله بیش از اینه. و هنوز تا زمانی که خانواده هسته ای به عنوان زن و شوهر و بچه ها عامل اصلی خانواده در جهان نباشند، ما از این مسائل و مشکلات خواهیم داشت. به هر حال مواظب خودت باش. بگو عزیز. نه ببخشید، خیلی وقت میخوام تنگم. من خواستم بگم که یعنی اگه ایشون هم دوباره تلاش کردن که با من تماس بگیرن، به نظر من به احتمال 90-95%، 90% به ازدواج نمیرسید، بعدش هم خطر هنوز دور سرتون چرخ میزنه عزیز. برای که اگر یک واقعیت ها رو نمیدونستم، علل و عوامل رو نمیشناختم و بعد در عمل شاهد صدها موردش نبودم، صدها موردش، ولی شما کسی هستید که با ذهن زندگی میکنی عزیز. میفهممت، متوجهت هستم، به همین جاست که میگم با واقعیت کار داشته باش. علاوه اگر تو منتظر ماندی، این به قول دکتر برندن nobody is coming، کسی نمیاد. موضوع خواهید باش. خیلی ممنون. تمام. بای عزیزم.